شادی همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، سپاسگزارم از وقتتون. خواهش میکنم بفرمایید. میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه در مورد تاثیر خیانت والدین روی فرزندان از دیدگاه روانشناسی اگه لطف بفرمایید صحبت میکنید خیلی ممنون میشم. عزیزم من به شما بگم ورشکستگی یا تصادف یا مرگ مادر روی انسان خیر. شما مهم اینه که پدر و مادر چه رابطه دارن، بچه ها چه رابطه دارن، در چه سنی هستن، از چه خیانتی حرف میزنن، چی دیدن چی ندیدن، هزار تا جنبه داره. از این من که شما اول دنبال اگر آسیبیتون که ولش کنید، ولی اگر موضوعی مرتبط اونو اگر دلتون میخواد مطرح کنید، ولی اگر بگید که کسی تو این زمینه میتونه بگه مثلا 50 سناریوی مختلف متفاوت، اگر نه 200 وجود داره، حالا بیا دونه دونه راجبش صحبت کنیم. فرض کنید خیانت وقتی است که بچه 5 سال است، یا درست برعکس بچه 18 سال است، بعد اصلا نه 40 سال است، رفتن ازدواج کردن رفتن، خب همین سبب میشه یه آدم اصلا تفاوت این موضوع براش ای بسا 10 برابر کمتر یا بیشتر باشه. در این زمینه که نمیشه حرفی زد. موضوع چیه اگر دلتون میخواد؟ بله حتما. در مورد سن بچه ها پرسیدید. آخه اصلا نمیخوام نه آخه من این مورد همه این مورد باید بفرمایید. ببینید بله. شما یه بحث کلی کردی، گفتن اصلا اون شدنی نیست، اون میشه به بیشتر بار گفت 100 جور 200 جور. مورد خاصی مورد نظرتونه و بعدش هم مهم اینه که خب حالا با توجه به این وضعیت چه باید کرد، اونو میشه راجبی صحبت کرد، ولی وقتی که جزئیات مسئله روشن، حالا اگر دلتون میخواد هر جوری که مایید. بله چشم. آقای دکتر، من حدود یک سال پیش از همسرم جدا شدم به خاطر خیانتی که صورت گرفت. در دراز مدت این اتفاق افتاد. اولاش به صورت صحبت کردن های تلفنی بود با خانم های دیگه که من متوجه شدم، عکسایی بود که در گوشیش می دیدم و این اواخر متوجه شدم که دنبال به قولت های موقت و این طور صحبت هاست که من هیچ جوره نمی تونستم باش کنار بیام. نه سب کنین سب کنین سب کنین برای من کمی غیر قابل قبول که یه مردی که با آدم های دیگه حرف بیزنه یا عکس میفرسته به دنبال مثلا رابطه جنسی نباش، که شما فکر کنید این تب کم کم اینجوری شد. چی میگید عزیز؟ از روز اول اگرم نمیشده به خاطر اینکه نمیتونسته بشه. ولی فرض کنید یه خانم آقایی با هم صحبت بکنن، امکانشو دارن، شرایط هست، وضعیت هست، حالا که دارن با هم حرف میزنن و حرفایی میزنن که بویی داره و یا بوی مثلا جنسی داره، چرا همدیگه رو نبینن؟ چرا با هم رابطه نداشته باشن؟ بله عرض میکنم که من در این اطلاعات من در این حد بود. یعنی چی؟ نه من تماس های تلفنی اطلاع داشتم و بعد خب تموم شد. نه اساسا هیچ کسی قرار نیست خودشو به نادانی بزنه که تماس فقط تلفنی است. منظورم اینه که خب اونجوری شروع شد که مجادله های ما دعواهای ما از اینجا شروع شد. سرکار خانم بذارید ببینید، چون شرمنده ها میشنم این که شما بگید من از تلفن همسرم به کسی خبر شدم فهمیدم یه رابطه ای هست با حالا چی هست رو میفهم، ولی این که بگید نه فعلا تلفنی بود برای مدت 9 ماه، این از کجا دارم؟ نه اینجوری بود که مثلا پیام بود هی سلام علیک فلان، بعد من گفتم خب اینا چی، میگفت مثلا کاری بود توجیهش میکرد. خب من باور نمیکنم. اونا که اونا که رابطه نبوده است، میتونه کاری باشه. آدمایی که به قرار نبود که ایشون ارتباطی اصلا به هیچ جوره توجیه معقولانه ای نداشت که این آدم سرکار خانم آدمی یا خانمی یا حامل است یا نیست. 5% حاملگی که ما نداریم. همسر شما با کسی به گفته شما گفتگویی داره که نباید داشته باشه. تموم شد. بله خب من صحبتم همینه. اوکی حالا این بوده. خب حالا بعد چی شد؟ بعد متوجه شد که بچه های منم بین 20 تا 30 سال سنشون هست. سوال من از خدمت نه سوال نیست، اونا چی میدونن؟ نه سب کنید
یه زمانی هست که بچه ها صبر کنی، یه زمانی هست بچه ها 1% رو میدونن، یه زمانی 30%، یه زمانی 100%. بچه ها چقدر میدونن؟ بچه اول هم تقریبا 60-70% داستان رو میدونه، بچه وسط هم و بچه آخر هم تقریبا بیش از 90% قضیه رو میدونن. حالا بنابراین حالا واکن اولا سنهای اونا چقدره و پسرن یا دخترن؟ بچه اول 35 ساله هست، پسر بچه دوم و سوم دخترن و 28 ساله و 22 ساله. بنابراین پس اینا یه نظریاتی درباره مسئله رابطه و زناشویی و خیانت و اینا دارن، مهم اینه که برداشتشون چی. ای درست مثل اینمونی که فرض کنید یه نارنجکی منفجر شده، یکی فقط صداشو شنیده، یک کسی ترکش اون مثلا خورده یه ذره دستشو زخم کرده، یکی خورده تو سرش، حالا مسائل و مشکلات جدی داره، 6 ماه هست بیمارستانه. بنابراین فقط باید دید که چی شده، ولی بخواه شما کاری نمیتونید بکنید در این زمین. بله سوالم، اجازه دارم یه سوال به صورت خاص بپرسم خدمتتون؟ بچه یک وسط من خیلی این وسط ظاهرا بهش آسیب خورده، طوری که شما توصیف کردین این ترکش داستان اونو بیشتر گرفته. و اینکه سوالم از حضور شما اینه که والدی که خطاکاره، این پدری که خیانتکار بوده، آیا مستحق این هست که طرد بشه؟ این فرزند من خیلی دچار نمیدونم این بحران، برای همین سوال اول من از خدمتتون این بود که چطور میتونن آسیب ببینن. این اولش دینای میکرد که چطور ممکنه، گریه، زاری، قصه، دپرشن، به من میگفت که ممکنه تو اشتباه کنی. الان که کم کم قضیه رو من مجبور شدم بیشتر بهش بگم، داستان رو قبول کرده. سوال من اینجوری بپرسم خدمتتون که آیا مجازاتی مثل طرد کردن مثلا مسئله اون نیست. 99% مسئله است که دختر وسطیتون باید بره دکتر مشکل خودش از نظر روانی به خاطر آسیب دیده حل کنه، مثلا ماجرای بیمارستانی گفتم. این که بعدا میخواد با پدرش چی کار کنم، خودش آزاد هر کار میخواد بکنه، خیلی هم فرقی نمیکنه. شما وقتی با پدرتون یا مادرتون خوب باشید یا بد باشید چی کار میکنید؟ در بیشتر موارد حالا هر روز یا هفته یه روز تلفن میکنید یا سری بهشون میزنید، اگر دوربر باشید، اگر نه چه چیز مهمی نیست. ببینید از این صبر کنید، پدری و مادری توی سنینی خیلی مهمه. برای یه مثلا جوان 20 ساله 25 ساله 30 ساله چه اهمیتی داره پدری و مادری؟ اگه آدیتور، این ارتباط این پدر و دختر خیلی نزدیک و خوب بوده با هم. یک مسئله دیگه که من خدمتتون عرض کنم اینه که در ده یک سال گذشته این ارتباط کلا قطع شده. این پدر سابقه سویساید داشته چندین بار در گذشته، مثلا 10-15 سال پیش بعد از دعواهایی که من و ایشون داشتیم. دختر من از این میترسه که پدرش رو از دست بده، بعد خودش رو سرزنش کنه که چرا نرفته، چرا به قول تردش کرده، آیا این بیرحمی بوده که تردش کرده، آیا آخه سرکار خانم شما چرا میخواید داستان بسازید بز قبل که ساختید؟ دختری به پدرش نزدیک یا دور بوده، متوجه شده که پدرش به مادرش خیانت کرده، بعدن از اون پدر فاصله گرفته، بعد متوجه میشه که این پدر تعادل روانی نداره، در گذشته سابقه خودکشی داره. الان با چی کار کنه؟ باید فکر کنه یک، خودش بره دکتر و بعد از 10-15 ساعت بهترین پاسخ رو به شرایط در ارتباط با پدرش میتونه پیدا کنه و اون کار رو بکنه. ولی اینکه بخواد بدون تخصص و آگاهی اظهار عقیده و نظر کنه که میتونه، این موارد کسی نیست که مردم ازش باخبر باشن، علمی اونچنان داشته باشن، 20 تا تجربه داشته باشن که بدونم باید چیکار کنم. خب گرفتار میشه، احتمالش هم هست. بنابراین شما همونطور که خدمتتون عرض کردم به دخترتون بگید حداقل یه 10 ساعت وقت بگذار با یه خانم روانشناس گفتگو بکن، بعد ببین که چه پیشنهادی به شما میکنن، خودت هم با چی راحت تری، بعدم تازه بر اساس اصل کوشش و خطا پیش برو، هر جور که دلت میخواد قطع کن، وصل کن، تلفنیش کن، نمیدونم هر چی، هر گونه که میخوای عمل کن. شخصی
شما آقای دکتر، به صورت خاص نظر شما رو میخواستم بدونم در این مورد. شما توصیه خاصی میدونم بسته به سناریوهای مختلف فرق میکنه، ولی ترجیح خاصی دارین؟ یعنی مثلا طوری هست که هیچ وقت گفته باشید به مثلا بیماراتون که خب نه مثلا خیانت؟ حتما این کار کردم. فقط وقتی من گفتن کجا هستن تو خیابون، گفتن به چپ بریم یا به راست، من همه رو میدونستم. من هیچی نمیدونم عزیز، معلومه توصیه خاصی هست. برخی از وقت اصلا حرف این است که تو با یه پدر بیمار روبرو هستی، ماجرای تنبیه کردن تو فقط میتونه اون رو به سمت مرگ بکشونه، و بنابراین وانمود کن که همه چیز خوبه و تو پذیرفتی، چون تو نمیخوای موجب آزار کسی بشی. ابدا هم به تو مربوط نیست که پدر به مادر خیانت کرده یا نه، ابدا هم مهم نیست که یه کار اخلاقی شده یا نشده. به تو چیکاره؟ برمیگه مواردی بوده که گفتم مثلا تو حق نداری تو این موضوع دخالت کنی، حرفش رو بزن کافه. و درست در مواردی بوده که گفتم پشت سرت هم نگاه نکن، هرگز هم میگه با مادر یا پدر ارتباط نداشت باش. ولی برمیگره به موضوع، الان هم مسئله خیلی روشن عزیز، الان هم هیچ حکمی که شما بخوای در بیاری دستوش نیست. حرف این است که با یک کسی مشورت کن ببین بهترین کار چیه. بعدم تازه برمیگرده به، برای که این ماجرا که یه طرفه نیست، برمیگرده به واکنش پدر. پدر اصلا میتونه بره بگه نه خیر، اینا همش دروغه، مادر ساخته، مادر نمیدونم شکاک و سوءظن و پارانوید. بله دقیقاً جوابش همین بوده. خب پس چی میگه شما؟ برای در یه چه این مواردی که شما نمیتونید قاعده بسازید عزیز، و بعد مثلا به اونا چه مربوطه؟ چرا این موضوع شما باید اینقدر به اونا مرتبط کنید؟ به بچه ها حرف این است که هر کار دلتون بخواد بکنید، اصلا منم نمیخوام بدونم. به بچه ما جدا شدیم به خاطر بچه‌م، یعنی راهنماییش کنم که تصمیم ابدا شما اصلا در حدی نیستید که راهنم. عزیز من، مثل اینکه من برگردم بگم من پلیسم ولی میخوام دزد رو راهنمایی کنم که چیکار. آخ شما میخواید چی راهنمایی کنید؟ منظورم به مسیر شما اصلا شما دست، آخه عزیز من شما دستگلی که آب سخت کنید. شما درباره یه مرد بیمار که خیانتاشو میگرده و سالها شما باش بازی درآوردی زندگی میکنید، حالا هم جدا شدید رفتید تموم شد. ببینید یه گرفتاری ما در جامعه ایران اینه، لطفا برزم دقت کنید، در امریکایی، در جامعه امریکایی از 100 نفر که جدا میشن 98 نفر میرن دنبال کارشون، اصلا یادشون میره که زن داشتن یا شوهر داشتن، و دعواها میشه 100. در جامعه ایرانی بعد از طلاق تازه اختلافا و دعوا و بزن و بگو با 5 برابر بیشتر میشه. اما میموندی دعوا میکردی تو زندگی زن و شوهر. رها کنید عزیز، اصلا شما یه سال جدا شدید، ول کنید. هر وقت هم بچه ها خواستن حرف بزنن بگید یک، شما بیشتر و بهتر از من میدونید که چی رو دوست دارید و درست میدونید انجام بدید، من نمیخوام راجع بهش حرف بزنم. بکشید خودتون کنار تا اینکه شما بخواید برید کمکشون کنید که اونا با چه رفتار درستی داشته باشن. میخواستم بهشون بگم که من رو در نظر نگیرن. خب خیلی راحت، اونم حرفی نداریم که یه مظلوم نماییست، یعنی برید پدر ظالم رو در بیارید. نکنید عزیز، ولکوی بگید اصلا تموم شد. باز جمله رو تکرار میکنم، ببینید عزیز، ما در همه هنر زندگی که بچه در یه سال اول یاد بگیره چیه، تا که یه چیز رو نگه داره که راه کنه، hold on and let go، اصلا این مهمترین مسئله زندگی. یه موضوع چقدر باید دنبالش رفت، دنبال یه چیزی چقدر باید رفت، کی باید ول کرد، کی باید تمومش کرد. من عرضم خدمت شما اینه، در یه دنیایی که امروز هستیم و به نظر میرسه شما حالا یا تو اروپا یا امریکا هستی، پدر و مادری با هم مشکل داشتن، پدر بعدن خیانت به هر گونه‌ای به نظر میرسه کرده، پدر و مادر اصلا نبوده یا بوده جدا شدن، یک سال گذشته، بچه ها بزرگ سالن، ولش کنید. اصلا کسی قرار نیست روش حرف بزنه. مثل که آدم هی بخواد بره سراغ یه ماشینی که توش بوده که تصادف کرده و خونش هنوز به در و دیواره، هر روز بخواد بره ببینه چی بوده. اصلا چی کار داری به این موضوع؟ برای چی اصلا حرفشو میزنید؟ آدرسم هم از دخترم از من میپرسه. من بله هیچی ابدا بچه ها نمیپرسن. نه سر به سرم نزید، ابدا بچه ها نمیپرسن. بچه ها بگید نه سر دخترم اگر... من اگر... گناه میکنه به من میگه که آیا این بیرحمیه که من همچین تصمیمی گرفتم، همچین واکنشی دارم. بهش میفرمایید که گفتم بهش که من نه سب شما حرف نست که من نمیدونم با روانشناس صحبت کنه کنم میخوایی بکنم. اصلا این موضوع اینقدر مهم نیست عزیز دل، برای شما این موضوع مهمه.
باورم کنید بچه ها فقط به خاطر اینکه شما بهشون بعدن متهمشون نکنید که شما چقدر بی احساسی تو بی تفاوتی تو اهمیت نمیدید تو مادرتون رو اینجا گذاشتید و پدر به خاطر اوناست. باورم کنید از 100 تا بچه 25 ساله 30 ساله 99 تاش اصلا نمیخواد این حرفا رو بزنه مگر شرایط استثنایی پیدا بشه، خبر بشه پدرش خودکشی کرده ایدالی بیداد من چیکار کردم، برم بهش بگی که اگر خودکشی میکنه من حاضرم هر روز برم خونش، برای که نمیره، برای که اونم یه بازی داره، اونم یه بیمار. ولی شما بیا دست بردارید، شما ول نمیکنید، شما هنوز باید جنگ رو ادامه بدید، چون پیداست از نوع پرسشتون، اذیت نشید، رها کنید عزیز، تموم شده. ببینید ما متاسفانه یه گرفتاری داریم، ما با آدم ها وقتی زندن کاری نداریم، حالا که مردن هفته و چله و سال و بریم سر قبرشون و شبای جمعه و حلوا ببریم و اصلا یه داستانی درست کردیم دیگه. والا واقعیتش رو خدمتتون گفتم، سوال ولش کنید، دخترتون هم بگید خودت برو با دکتر صحبت کن یا برو با خواهرات صحبت کن یا با دوستا حرف بزن، هر کارم میکنی خوبه، ول کنید شوهر خیانتکار رو. آخرین سوالم اجازه میدین بپرسم ازتون؟ بفرمایید. یه جایی از صحبتاتون اشاره کردین که بله مثلا بوده که شما به مثلا بیمارتون گفتین که نه اصلا پیگیر این قضیه نباش، یا برعکسش گفتین که بله اصلا پشت سرت هم نگاه نکن، به اون پدر مادر اصلا فکر نکن. من اجازه دارم بپرسم آیا مثال از این قضیه میشه بزنید؟ یعنی چی؟ با قصه یک کسی رو قصه یک آخه عزیز من ببینید، شما ول نمیدید خانم عزیز، خانم عزیز طرف مرده تو این قبرستون خاکش کردن یا اون کنارش نمیدونم یه درخت بود یا نبود، دورش سبزیاش خیلی سبز بود یا نه، ول کنید شما نه شما ول نمیکنید، شما ابسس شدید با مسئله خیانت همسر. حالا من نگران هستم که برید اصلا همه مردها رو بگوشید برای خیانتکار بودن، دست از سر بچه هم بردارید، اونا پشت سر گذاشتن رفته، باورم کنید مگر بچه هاتون مثل خود شما ای بو ایراد روانی داشته باشد در غیر از اون دوبالش رو نمیگرد. آره آره احتمالا همینه. ممنونم از وقتتون آقای دکتر. خانم لطف بازم گذشته در گذشته، من عزیزترین عزیزم رام که بمیره میبرم خاکش میکنم میام بیرون، ویل کنید این حوادث بد رو، خودتون مشغول کنید. باز حرفی که به شنونده قبلی گفتم، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت. متشکرم، منم همینطور زنده